عزیز سلام، به یه 01 دیگه خوش اومدیم. سعی میکنیم تا در 10 دقیقه پیش رو و در دنیای تکنولوژی اوقات خوبی رو براتون فراهم کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. جدیدترین محصول هوندا علاوه بر ظاهر جذاب با ترکیب ویژگی‌های اسپورت و خانوادگی، مصرف سوخت 4 لیتر در 100 کیلومتر خواهد داشت. هوندا اینسایت بر اساس پلتفرم آکورد تولید میشه. نسخه پیش تولید اینسایت که چند ماه پیش در نمایشگاه دبی دیده شد، قراره تا چند روز دیگه در نمایشگاه خودروی دیترویت 2018 به نمایش عمومی گذاشته بشه. در نمای روبروی این سایت شاهد جلو پنجره و زبان طراحی جدید هوندا هستیم که به لطف قطعی فلزی در بالا موسوم به بال پرنده ارائه میشه. در بخش پایینی کاسه چراغ هم نواری از LED روشنایی اصلی خواهد بود. سبک طراحی بدنه یک کوپه 4 در رو تداعی میکنه که اندکی کوچکتر از آکورد و البته بزرگتر از سیویک سدانه. مهمترین چالش ها در یک خودروی هایبریدی مربوط به قدرت پیشرانه و مصرف سوخت هستند. در هوندا اینسایت مجموعه موتور بنزینی 1.5 لیتری همراه با قوای محرک برقی، قدرت 151 اسب بخار و گشتاور 267 نیوتن متر فراهم می کنند. حالتهای رانندگی مختلفی در جدیدترین محصول هوندا وجود دارند و البته مصرف سوخت با توجه به سبک رانندگی اسپورت، اقتصادی و معمولی متفاوت خواهد بود. بنا به ادعای شرکت سازنده، این سایت میتونه با سرعت ثابت در بزرگراه به مصرف سوخت 4 لیتر در 100 کیلومتر برسه. با این حساب هوندا اینسایت دارای بهترین قدرت نسبت به وزن در میان سدان‌های هایبریدی دنیا خواهد بود. از نظر امکانات ظاهری و رفاهی هم مدل اینسایت راضی کننده به نظر میرسه. رینگ‌های استاندارد خودرو 16 اینچ و در تیپ بالاتر 17 اینچ آلومینیوم هستند. نمایشگر 8 اینچ لمسی میان داشبورد، مانیتور 7 اینچ TFT در پشت پنل فرمان، ناوبری ماهواره‌ای، سیستم صوتی با 6 تا 10 اسپیکر در مدل‌های مختلف، ارتباط بلوتوث، اینترنت وای‌فای و G4، صندلی برقی، تهویه مطبوع دوگانه و امکان جمع کردن صندلی عقب مهمترین آپشن ها در هوندا اینسایت هستند. این محصول به طور کامل در آمریکا تولید میشه و حتی از پیشرانه ساخت هوندا در این کشور استفاده خواهد کرد. بنا به اظهارات رسمی قیمت نهایی نسخه استاندارد اینسایت کمتر از 25000 دلار خواهد بود. هواوی P20 و P20 پرو از نمایشگر کم‌حاشیه و کشیده با بریدگی لبه بالا در کنار بدنه ای از جنس شیشه بهره می‌برند. هواوی در هفته پیش با رونمایی از اسمارتفون‌های P20 و P20 پرو در رویداد اختصاصی خود در شهر پاریس به انبوه شایعات و گمانه‌زنی‌ها در مورد این محصولات بالارده پایان داد. همونطور که انتظار میرفت، هر دو گوشی از زبان طراحی مشابهی بهره میبرند و چینی ها با در پیش گرفتن روند جاری در دنیای گوشی های هوشمند، نمایشگری کشیده برای هر دو پرچمدار خود در نظر گرفتند که از دو طرف و لبه بالا با حاشیه های فوق العاده باریکی احاطه شده. البته هواوی بریدگی کوچکی در لبه بالا در نظر گرفته که از دوربین سلفی و اسپیکر مکالمه میزبانی میکنه. هوا
هواوی برای گوشی های P20 و P20 پرو به ترتیب گواهی های IP53 و IP67 رو از مؤسسه IEC دریافت کرده. با وجود حاشیه های باریک، حسگر اثر انگشت در هر دو نسخه P20 و P20 پرو در لبه پایین نمایشگر قرار داره تا دسترسی به اون حتی در شرایطی که گوشی روی یه سطح قرار داره مقدور باشه. این حسگر نقش تمام کلیدهای ناوبری رو نیز ایفا میکنه. هواوی P20 از نمایشگر IPS LCD به قطر 5.8 اینچ و گوشه های گرد بهره میبره و روشنایی 770 نیت ارائه میده. در نقطه مقابل نسخه پرو از نمایشگر 6.1 اینچی OLED استفاده میکنه که نسبت کنتراست 1/1 میلیونیوم ارائه میده. البته نسبت تصویر هر دو نمایشگر 19:9 و رزولوشن آنها معادل 2240x1080 پیکسله. هواوی کلیدی ترین ویژگی پرچمداران جدید خود رو دوربین توانمند اونها میدونه. هواوی P20 پرو از دوربین سگانه بهره میبره که با همکاری لایکا توسعه داده شده و به 3 سنسور 40 مگاپیکسلی رنگی، 20 مگاپیکسلی مونوکروم و 1 سنسور 8 مگاپیکسلی با لنز تلفوتو مجهز شده که به ترتیب در پس لنزهایی با دیافراگم F1.6, F1.8 و F2.4 قرار دارند. دوربین هواوی P20 پرو به مدد سیستم اختصاصی پردازش رنگ لایکا، پردازنده ISP اختصاصی و سنسور شدت رنگ در تولید رنگ ها نیز عمل کرده بهتری خواهد داشت. برخلاف نسخه پرو، هواوی P20 از دوربین دوگانه با سنسورهای 12 مگاپیکسلی رنگی با ابعاد پیکسل 1.55 میکرومتر و 20 مگاپیکسلی مونوکروم استفاده میکنه که در پس لنزهایی با دیافراگم F1.8 و F1.6 قرار دارند. هواوی در توسعه دوربین P20 نیز با لایکا همکاری کرده. در آزمون‌های وبسایت DXO Mark دوربین هواوی P20 موفق به دریافت امتیاز کلی 102 شده. دوربین سلفی هر دو پرچمدار جدید هواوی از سنسوری 24 مگاپیکسلی بهره می‌بره که لنزی با دیافراگم F2 اونو همراهی می‌کنه. هواوی مدعیه که به لطف قابلیت‌های زیباسازی مبتنی بر هوش مصنوعی و نورپردازی 3D چهره دوربین جلوی P20 و P20 پرو تصاویر سلفی زیبایی با رنگ طبیعی پوست ارائه میده. ممنونم که با یه 01 دیگه همراه ما بودین. لطفاً با ما در تماس باشید و ما رو در توییتر و اینستاگرام دنبال کنید. تا هفته آینده، بدرود.